سلام و درود خدمت بینندگان عزیز خوشحالم که چنین فرصتی هست که میتونیم کلام خدا رو بررسی بکنیم و قوت بگیریم یه نفر از من چند وقت پیش پرسید گفت که جیلبرت اگه کتاب مقدس رو مثلا یک هفته نخونی چی میشه گفتم هیچی گفت یعنی خدا ناراحت نمیشه گفتم فکر نمی کنم ناراحت بشه گفت حالا اگه یه ماه نخونی چی میشه گفتم هیچی چی باید بشه گفت یعنی مثلا خب نجاتت رو که از دست نمیدی گفتم نه من به خدا این ناراحت نمیشه گفتم <applause> نمیدونم بعد گفت حالا یه سال چی گفتم من یه سال از شما میپرسم چرا یک ایماندار یک ماه کتاب مقدس رو نمیخونه چرا یک ایماندار یک سال کتاب مقدس رو نمیخونه اگه واقعا یک ایماندار یک سال کتاب مقدس نمیخونه شاید ایماندار نیست شاید اسمش ایمانداره میدونید کلام خدا رو ما میخونیم که خدا رو بهتر بشناسیم و بدونیم که چطور عمل بکنیم در زندگیمون چون که یک کتاب راهنما هست در واقع برای زندگی و هر چقدر بیشتر من خداوند رو میشناسم بیشتر دوستش دارم بیشتر عاشقش میشم هر چقدر بیشتر عاشقش میشم بیشتر زندگیم رو تسلیم میکنم هر چقدر بیشتر تسلیم میشم اتفاقا نتایج این تسلیم شدن میشه شادی محبت چیزای زیبا و خوبی میشه پس بیشتر تسلیم میشم هر چقدر بیشتر تسلیم میشم خداوند بیشتر از من استفاده میکنه هر چقدر بیشتر استفاده میکنه بیشتر جلال میابه هر چقدر بیشتر جلال میابه من اتفاقا رضایت بیشتری دارم پس همه چیز زیباست هیچ ربطی به این نداره که خداوند خوشحال میشه یا نمیشه حالا باید انجام بدم یا نباید انجام بدم باید و نباید نداریم بله مثلا من داریم یه سری چیزایی که نباید انجام بدیم یه سری چیزایی که خیلی خوب انجام بدیم ولی مسیحیت بر بنای باید و نباید نیست بر بنای محبت خداوند هست فیض خداوند هست حقیقت خداوند هست و وقتی این فیض و راستی یا فیض و حقیقت رو با هم دیگه ادغام میکنید میشه یک زندگی که پر از دیسیپلین هست که هر روزه ما به حضور خداوند بریم کلام خدا رو بخونیم که کیف بکنیم که لذت ببریم که خداوند رو بشناسیم و در ما این تقویت ایجاد بشه یعنی جان ما تقویت بیابه که ما بتونیم بریم و او رو بشناسیم نه فقط بشناسیم بلکه بشناسونیم در اون زمان یهودیان زمان عیسی مسیح یهودیان خیلی روی بکن نکن بودن و انگار دین شریعت خیلی براشون خیلی مهم بود مذهب و چگونه عمل کردن حالا اگه میخوای دعا بکنی مثلا روی زانو باید دعا بکنی یا ر... یه دونه از زانوها یا مثلا بعد پاشی دو, س... دو ببری بالا یا یه دست ببری بالا ما ایرانی وقتی میخوایم شکر گذار بکنیم دستمون اینجوری میکنیم آمریکایی یا غربی اینجوری میکنه کدومش درسته هیچ مهم نیست هیچ ربطی نداره به اینها خداوند دل رو میبینه و عیسی مسیح چنین چیزی گفت در اون زمانی که خیلی مردم جذب شریعت بودن نه اینکه جذب شریعت ولی بیشتر شیفته شریعت بودن و انگار شریعتو بکن اینقدر انقدر پررنگ شده بود براشون که خداوند گم شده بودن تو در چنین فرهنگی در چنین اتمسفری عیسی مسیح در متا 11 28 میگه بیایید نزد من ا چیکار بکنیم؟ بیا آخه عیسی مسیح مگه میشه یعنی چی بیایید؟ بعد کاری بکنیم بگو چیکار بکنیم نه بیایید دعوت عیسی مسیح اولین دعوتش این نیست که کاری بکن چرا بعدا آخرش میگه برید و شاگرد سازید و بشارت بدید خیلی چیزای دیگه میگه بکنید خدمت بکنید کمک بکنید ولی اول با این شروع میشه که بیا همونطور که هستی بیا بینند عزیز شاید شما ضعفایی دارید گناهانی دارید که در شما هست اشکال نداره با همون وضع بیا عیسی مسیح میگه بیا و چه اتفاق میاد وقتی میای بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و این بار میتونه مثلا من گناه باشه که من به شما آسایش خواهم بخشید به چه وعده زیبایی هست که ما میتونیم روی این وعده بیستیم و اطمینان کامل داشته باشیم که عیسی مسیح که خداوند هست این وعده رو به عمل میاره پس اگه ما بیایم او به ما آسایش میده دوست عزیز بردارم خواهرم اگه احتیاج به آسایش آرامش شادی محبت اطمینان امید داری بیا منتظر چی هستی کلام خدا خیلی واضح به اون میگه که در اول یوحنا یک آیه 8 و 9 هست که میگه خداوند امین و عادل است و هر گناهی رو اگه اعتراف بکنیم توبه بکنی میبخشه پس گناه شما بزرگتر از خدا نیست پس بیا این رو هم به ایماندار میگم هم به بی ایمان خیلی وقتا ما این آیه رو فقط برای بی ایمان استفاده میکنیم که شمایی که بی ایمان هستی بی خدا هستی بیا بیا پیش عیسی مسیح ولی شما هم که ایماندار هستی شما هم بیا شاید از خدا دور شدی شاید خسته شدی از زندگی روحانی شاید اون تازگی رو دیگه نداری عیسی مسیح میگه بیا کاریت نباشه بیا پیش من من بهت نشون میدم این اومدن مسلما شاید بگی کجا برم <applause> بیا از طریق کلام شما میتونی بیای از طریق دعا میتونی بیای از طریق تو پارک میتونی قدم بزنی بگی خداوند من, من کاملا تسلیم تو میشم من مال تو هم آقا من اومدم <applause> و فقط ببینید خود من چه کاری میکنه بعد از اون من خودم بارهای بار حتی به من ایماندار بوده به جای رسیدم که دیدم که خسته شدم چون که خیلی من خودم خیلی شریعتی فکر کردم که من باید این کارو رو بکنم که خدا راضی باشه من خیلی خدمت باید بکنم که خداوند خوشحال بشه من باید مثلا بشارت بدم که خداوند بگه به به دمش جیلبرت عجب کاری کرد براو حالا یه برکت هم به تو میدیم یه جایزه میگیری و تصویری که از خداوند داشتم گهچه در فکر من درست بود ولی در عمل اشتباه بود و یک بار در سین جوانی بود که خداوند این رو برای من باز کرد چرا که من در یک گناهی بودم که نمیتونستم از اون گناه آزاد بشم و هر از چند وقتی در اون گناه می افتادم. و وقتی که در اون گناه می افتادم من کلام خدا رو نمی خوندم چون که می گفتم که من خب گناهکار هستم من یه آدم خیلی کثیف خیلی بد اصلا لایق بودن در حضور خدا نیستم اصلا حالا برم اصلا کلیسا سرود بخونم حالا از ترس پدر مادر میرفتم کلیسا ولی حتی اونجا که بودم سرود نمیخوندم چون میگفتم که این دورویی منی که مثلا گناه کردم گناهکارم الان مثلا بیام بگم خدا من تو رو میپرستم خب اگه میپرستی برو زندگی درست بکن پس نخون کلام خدا رو می گفتم مثلا من که اینقدر کثیفم مثلا لایقی نیستم که دست بزنم به کلام قدوس کلام مقدس خدا و این باعث شد که از خدا خیلی دور بشم و این هیله شیطان هست گرچه این آیه رو میخوندم که عیسی مسیح میگه بیا بیا راست من من به تو آسایش میدم بیا ولی من نمیرفتم و یادم یک بار حتی دعا هم نمی کردم. ولی یادم در همین سین جوانی در اون دوره‌ای که در گناه بودم همچین گناه خیلی خیلی بزرگ و عجیب غریب هم نبود ولی در من احساس کردم که انگار خدا داره صحبت میکنه و انگار داره میگه جیلبرت چرا کتاب مقدس رو نمیخونی و من گفتم که خب چون که من لایق نیستم من لایق محبت تو نیستم حالا بیام در اصلا در مورد محبت تو بخونم در کلامت من لایق این محبت نیستم من آقا لایق نیستم تمام شد رفت من لایق نیستم چون که گناه کردم و اونجا انگار خداوند باز داشت صحبت میکرد مثلا من در روح هم صحبت میکرد صدای نمیشتیم ولی انگار در روح هم میگفت خب جیلبرت یعنی تو داری میگی که پاکی تو تو رو لایق میشموره ولی خون عیسی مسیح هست که تو رو لایق شمرده نه گناه نکردن تو پس اگه گناه نکردن تو تو رو لایق میشمره احتیاج به عیسی مسیح نداری پس عیسی مسیح چه رفت روی صلیب و جان خودش رو داد پس تو خودت میتونی لایق شمرده بشی با خوب زندگی کردن با پاک زندگی کردنت و این منو به توبه بود و فهمیدم که در چه گناه و اشتباه بزرگی بودم و فهمیدم که باید بیام برم به حضور خداوند بگم خداوند من ضعیف هستم ولی دارم میام و وقتی میرفتم هر بار آسایش می اومد این تجربه رو ما میتونیم هر روزه هر کدوم از ما داشته باشیم چرا که خداوند همون خداوند هست و دعوت خداوند همون دعوت هست که میگه بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید